خواهر خانومی که 54 سال سن دارند، مجردند، با تحصیلات فوق لیسانس و کارشناسی ارشد یک کمپانی بزرگ. به علت نگرانیشون از وضعیت خواهرشون این مکالمه تلفنی رو با من داشتن و من بر اساس مکالمه تلفنی که با من داشتند حرفاشون رو نوشتم، چیزایی رو که به من گفتن. ایشون، این خواهر، حدود 10 سال ازدواج کرده، الان حدود 28 ساله که به صورت مجرد زندگی میکنه و دلیل ناراحتی خواهرش این است که نوشته که به نظرم میرسه بسیاری از مواقع این رابطهش با واقعیات زندگی قطع شده. دو نمونه رو اینجا ذکر کردن. میگن که ایشون به طور خیلی جدی معتقده که همه بزرگان جهان، یعنی آقای اوباما مثلا، ملکه الیزابت، رئیس جمهور فرانسه، فرماندار کل کانادا، همه اینا با هم کازینن، نسبت دارند. و یه نگرانی اخیر این خانم این است که احتمال میده که به اصطلاح در آینده نزدیک کالیفرنیا با یک سانحه طبیعی مواجه بشه، مثل سیل، مثل زلزله. به همین جهت وسایل خودش رو جمع کرده، وسایل ضروری رو پشت ماشینش گذاشته که دچار مسئله‌ای نشه. و خیلی اصرار داره، البته نوشتن که ایشون فرزند آخر خانواده هست، پدر و مادر هر دو به دار فانی رفتند و ایشون نوشته که من نمیدونم باید چیکار بکنم. این به طور خیلی جدی به نظر میسه رابطهش با این واقعیات زندگی قطع شده. این چی آقای؟ در این حال یه جای اشاره کردن که خانواده ما سابقه اسکیزوفرنی وجود داره. البته اون چیزی که شما میفرمایید معمولا اسکیزوفرنی نیست، ولی illusional disorder or delusional disorder هست، یعنی نوعی توهم و یا افکار باطله. برای که اسکیزوفرنی احتیاج به هالوسینیشن یا هذیان داره که من در صحبتی که الان اشاره فرمودید ندیدم. تنها راه ایشون مراجعه به روان پزشکه و احتمالا حتما احتیاج به دارو درمانی دارن. و چون معمولا اسکیزوفرنی بیش از 70-80 درصدش بین 20 تا 24 سالگیست و قبل از 40 سالگی تقریبا 99 درصدش اتفاق میفته، اگر ایشون تا به حال گرفتار اسکیزوفرنی نشدن یا اون بیماری علائم و نشانهای خودشو نشون نداده، باید پذیرفت که ایشون اسکیزوفرنی ندارن، ولی این توهمات و تصورات سایکاتیک یا روان پریشی رو دارن. حتما دارو میخوان و بعدش هم شاید روان درمانی. بدون دارو هم با بحث و گفتگو و استدلال هیچ کس به جایی نخواهد رسید. یعنی این خانم ابتدا باید بپذیره که اشکال داره و بعد به روانپزشک مراجعه کنه؟ نه، احتیاج نداره اشکال داره، یه راهی پیدا کنن که حاضر باشه بره این افکار و عقایدش رو به یه نفر بگه، او رو هم قانع کنه که از طریق اون راه، چون اگه بهشون بگیم تو اشکال داری بیا برو، احتمالاً نخواد. ولی اگر حرفی باشه که بیا بریم برای دکتر من اینا رو گفته بیا بریم بشینیم ببینیم چی میشه، اطلاعات قبلی رو هم در اختیار اون روان پزشک بگذارن، بعد برن با هم اونجا بشنن اون افکارشو بگه بر اساس گفتگوی خود اون خانم. اگر روی خط می اومدن، البته نه اینکه در برنامه هستالی، ولی تو برنامه‌ای که من دارم هر روز 9 تا 11 4 تا 6 یا فرصتایی که در تلویزیون ها هست، اگر بیان میشه فهمید بیماری چه هست. این تشخیص عجیب و غریبی نیست. بنابراین ایشون گرفتار حالتهای روان پریشی سایکاتیک هستند. چون به اینجا رسیدن و علائم و نشانه های دیگری که اسکیزوفرنیستشون ندارن، احتمالاً اسکیزوفرنی نیستن، ولی بیماری های کم خطرتری هست، وجود داره که میتونن ایشون گرفتارش بشن. آقای دکتر، بیننده دیگری از شما خواستن که اون 16 صفت عشق و فرد عاشق رو اگه میشه یک بار دیگه توضیح بدید و تکرار کنید. بله، اون فکر خوبیه، ولی از اون خانم بپرسن با توجه به اینکه شما فرمودید 20 سال دارید، این 16 تا با توضیحی که لازم داره احتمالاً 2 ساعتی وقت میخواد.
اگر شما بخواید من فهرستش رو بگم باش خوشحال نیستم، مگر از تالی اصرار کنید. علتش هم این است که چون غالب اوقات این واژه ها و مفاهیم مثل یه مجموعه مونن که به تیک قالیه، که هر کدوم از این گل های قالی اگر بخوایم بگیم باید سر جای خودش و با اندازه های خودش باشن تا معنی داشته باشه. ولی شاید مطلبی که ای بسا 3% اهمیت داره با مطلبی که 20% یکی باشه و مساوی به نظر بیاد. و دوم توضیح هر کدوم از اینا مسئله است. اگر موافقت بفرمایید ما این رو باز بگذاریم، بعد ببینیم که آیا وقتی میمونه یا نه. اگر وقتی هم نمونه به یه ترتیب دیگه من فکر میکنم اگر در خدمتتون باشم و برسیم به ولنتاینز، یه فرصت خوبی است هفته قبلش یا هفته بعدش فقط درباره ویژگی‌های عشق بنده صحبت کنیم. فرد عاشق و فرقی نمیکنه بعد یکی من معمولا میگم عشق چیست و عاشق کیست. آقای دکتر به قبل از برم سوال قبل بعدی میتونم یه سوال خودم بکنم؟ حتما. شما چند بار عاشق شدید؟ بله عرض نکردم بینندگان خوب و عزیز من با پرسش های شما خوشحالم. من 2 دفعه ازدواج کردم و بنابراین ما بعد گفت و 2 دفعه هم ازدواج کردم نه بیشتر. کسانی که مدعی هستن خوشحال میشم بگن سومین کدام بنده هم بدن. یکی 4 ماه طول کشته 18 سال. بینندگان عزیز من از آقای دکتر نپرسیدم چند بار ازدواج کردم، من از آقای دکتر پرسیدم چند بار عاشق شدید. بینندگان خوب عزیز من حق داشتم، چون معتقدم وقتی عاشق میشید بهتر ازدواج کنید، وقتی هم که نمیشید فعلا بهتره برید دنبال کارتون. متشکرم. این بحث رو بیشتر از این نمیشه با دکتر هولاکویی جلو برد. اجازه فرمایید که سوال بعدی رو خدمت شما کنم. لطفاً از آقای دکتر هولاکویی در مورد رابطه مولانا و شمس بپرسید. تفسیر ایشان از این رابطه چیست؟ نمیدونم. یعنی حقیقتش این است که ببینید مواردی از این قبیل حساس و ظریف احتیاج به یه تجزیه و تحلیل داره که چرا نمیدونم، نه اینکه چی میدونم. برای اینکه در این باره حرفای گفته شده، برخی عمقی داره برخی نداره، پرسشهایی رو مطرح میکنه و من چون خیلی کارم اونقدرها با تاریخ و سابقه از این بابت نبوده نمیدونم. به همینجاست که یه احتمالاتی در اینجا وجود داره. برای اینکه فرض بفرمایید وقتی که داستان برخورد اول این دو رو توضیح میدن به گونه ای که بیشتر معمول و مرسومه، من درش چیز عجیب و غریبی نمیبینم که یک مولانا ندونه، دو شمس چیزی بگه که مولانا رو به هم بریزه. یعنی مثل این میمونه که هستالی برسید یه اطلاعی رو از من بخواید من بگم شما ندونید، بعدم با این گفته من شما به یک باره تمام نظام باورها و اعتقاداتتون به هم بریزه. به نظر من بسیار عجیب و غریبه، برای که اون گفتگویی که میگن داشتن حتی یکی دوتا شکلش که هست. و بعد ماجرا و قصه های مربوطه به اونم همینطور. و اصولا یه همچین برداشت و دریافتی و دگرگونی رو من در انسان خیلی به عنوان یه حادثه تاریخی، چون گفتن من حرفی دیگر براش ندارم، ولی از نظر روانی نمیفهمم که من اینقدر به هم بریزم. برای که پایه های عقلی و استدلالی و علمی ما روی یه دونه در حقیقت محور قرار نگرفته که اونو به هم بزنید همه از هم پاشیده بشه. اینا یه مجموعه و سیستم هستن که از یه طرف در یه زمینه‌ای میشه اینو پذیرفت، از جانب دیگه میشه انتظار داشت که طی سالها من به راه دیگری برم. همونطور که برخی از دوستان با مهاجرت از یه برداشتی به یه برداشت و دریافت دیگری رسیدن، ولی این پروسه طبیعی شناخته شده است. البته اگر کسی به من بگه تو با آدمای کاملا استثنایی روبرو هستید و قواعد عمومی و کلی به این آدمای استثنایی نمیخوره، اونم میپذیرم. بنابراین از من به عنوان یه بحث عمومی اگر میپرسید پاسخ همونه که عرض کردم، نمیدونم، چون به هر حال حرفا اینقدر زد و نقیزه که شما اول باید تصمیم بگیرید کدام رو به عنوان واقعیت میپذیرید کدام رو به عنوان داستان و افسانه. اونم مخصوصا میدونید که من خیلی با این مطالب تاریخی راحت نیستم، کلیاتشو میپذیرم ولی معتقدم جزئیات غالبا فقط تصورات و تخیلات و یا حافظه ی آدمی است که درباره‌اش صحبت میکنه. پرسش بعدی که بینندگان مطرح کردن این است که درباره عشق یک طرفه توضیح بدید. اصلا چنین عشقی معنی پیدا میکنه؟
من فکر میکنم آخه ببینید، عشق یک طرف اگر در خلأ کامل باشه، شما با این آدم رو نشناسید، اصلا ندونید چه رابطه نش باشید، نه اون معنی نداره. ولی اگر فرض کنید دو تا آدم هستن که با هم رابطه دارن، با هم نزدیکن، یکی به دیگری اینقدر علاقمند میشه که میشه نامش و عشق گذارش، خب اون موقع ممکنه. برای شما میتونید دو تا آدم رو ببینید تا با هم ازدواج کردن، یکی عاشق دیگری است و دیگری نیست. بحث این است که اگر عشق از جانب دیگری هم نباشه، معمولا مدت کوتاهی که حتی به یک سال نمیرسه میتونه یه طرف دوام پیدا کنه، برای که این یه نوع داد و ستدیست که نه به خاطر داد و ستد از نظر معامله، بلکه از نظر مبادله معنی داره، که دو تا آدم در یه مبادله قرار بگیرن و این یه طرف بودنش بعد از یه مدتی ناچار متوقف میشه یا تموم میشه. بنابراین به من بگید عشق یک طرفه ممکنه؟ میگم بله. میگید ادامه پیدا میکنه؟ میگم نه. به یک سال هم بیشتر شاید نرسه، برای که این تغییرات و دگرگونی ها مثل برخی از اوقات یه تنیسه که دو نفره باید بازی کنن، یکی بازی نکنه دیگری مهم نیست چقدر دلش بخواد، یا بازیکن خوبی یا طرف مقابل چقدر بازیکن خوبیه، اگر جواب نده بازی متوقف میشه. در پرسش بعدی بیننده دیگری پرسیدن که آیا برای هموسکسوالیتی راه حلی هست؟ من فکر میکنم بارها عرض کردم در حدی که دانش امروز هست که تقریبا درش اتفاق نظر وجود داره، آدم ها زن و مرد و همجنسگرا به این دنیا میان، یک راهی برای تغییرشون نیست، دو دلیلی برای تغییرشون نیست. راهش نیست، دلیلش هم نیست. اما اگر شما بخواید یه زن رو از زن بودن، یه مرد رو از مرد بودن و یه همجنسگرا رو از همجنسگرا بودن بیرون بیارید، ما امروز راه و روش رو داریم. یعنی ما میتونیم کاری بکنیم که یه مرد وقتی به یه زن میرسه نه تنها اشتیاقی نداشته باشه، احساس تنفر و بدی بکنه. این کار میشه با انسان کرد. بنابراین کسانی که دنبال راه حل هستن باید بدونن یه چیزی به اسم انسان و انسانیت رو باید از بین ببرن تا بتونن یه زن رو از زن بودن، یه مرد رو از مرد بودن، یه همجنسگرا رو از همجنسگرایی بیاندازن. بنابراین در حدی که امروز میشناسیم نه درسته نه خوبه نه شدنی است که شما یه همجنسگرا رو از همجنسگرایی بیرون بیارید و زن و مردش کنید، و ادعاهای مربوطه به این موضوع غالب اوقات بیپایه و بیاساس و دروغ و فریبه، و یا احتمالاً یه آدمی است که به دلیل دو جنسی بایسکشوال بودن یه مدتی این گونه بود یه مدتی اون گونه، و یا فعلاً در اثر دلایل و فشارهای درونی یا بیرونی فعلاً عملی یا رفتاری رو متناسب با یکی از اینا و نه دیگری انجام میده. ولی اینا معمولاً مثل یه مرد و زنی است که دیگری رو میخوان اما به دلایلی به هم نزدیک نمیشن، حتی هیچ ارتباطی با هم برقرار نمی‌کنن، در حالی که همدیگر رو میخوان همچنان میتونه باقی بمونه ولی پیامدی یا نتیجه‌ای نخواهد. و در اگه اینجور هست، این که بعضی از زنان و مردان هم به زن علاقه دارن هم به مرد یا بالعکس، این رو چجوری باید فهمید؟ خب یه نوعی است که وسط بین یک فردی که زن هست و مرد و همجنسگرا قرار میگیرن و به همجنس که این دوگانگی رو دارن. ببینید هیچ چیزی در جهان نیست که یه طیف نباشه، و بنابراین شما این ور زن و مرد رو دارید و فرض کنید وسط همجنسگرا رو. حالا کسانی هستن که در وسط یه زن و همجنسگرا یا وسط یه مرد و همجنسگرا قرار میگیرن، بنابراین شما با به همجنس که حتی درصدای اونم میتونه مختلف و متفاوت باشه، مثل همونطور که تمایل جنسی یا میل جنسی چه به صورت فیزیکی چه روانی یه طیف که آدم ها از یک اگه بخواید تا صد میتونید طبقه بندیشون. بده تو این سوال بیننده نیست. در ادامه این پرسش چیزی که به نظر خودم هم میاد ازتون بپرسم، اگر که شرایط برای یک بایسکشوال فراهم نباشه، اون در واقع با اون نوع سکسی که براش فراهمه میتونه تمام عمرش رو سر بکنه، این براش اختلال ایجاد نمی کنه؟ ببینید جان فروزنه، چون اینکه دو دفعه ما با هم گفتگو داشتیم، غالب اوقات یه سوء تفاهمی بین همجنسگرایی و رابطه جنسی است، اونو باید از بین برد.
ببینید شما مردانی رو میشناسید که ممکن 10 سال رابطه جنسی نداشته باشه، زنانی رو شما میشناسید ممکن 10 سال رابطه جنسی نداشته باشه، هم جنس گرایی هستن که 10 سال ممکنه رابطه جنسی نداشته باشه. پس رابطه جنسی موضوع دیگه است. و دوم، مردانی هستن که با مردان، حالا یا پسر یا مرد فرقی نمیکنه، رابطه جنسی دارن ولی هم جنس گرا نیستن، اون انحراف جنسیه. زنانی هستن که لزبیان نیستن ولی با زنای دیگه رابطه جنسی دارن، اونجا بیماری و اختلال روانیه. ولی اگر یک کسی هم جنس گراست ممکنه 50 سالم بگذره درست مثل یه زن و مرد رابطه نش باشه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که مثلا یه پسری در امریکا بره کشیش بشه در 20 سالگی 80 سالم عمر کنه، فرض رو بر این بگیرید که رابطه ای نداره 60 سال نداره. موضوع هم جنس گرایی کشش میل ترجیحه، بعضی‌ها بهش میگن سکشوال اورینتیشن، یعنی یه نوع جهتگیریه. بنابراین شما میتونید هم جنس گرا باشید هیچ رابطه جنسی هم نشه، همونطور که آدمای عرض کردن مردن 10 سال رابطه جنسی نشدن، معناش چیه؟ یا حتی مردند چون زنی دور و برشون نیست یا در اختیارشون یا به گونه‌ای در ارتباط با هم قرار نمیگیرن و فقط مردا هستن، ارضاء جنسی رو از طریق رابطه با مرد انجام بدن، ولی اسم این هم جنس گرایی نیست، اسم این همون چیزی است که میتونه در رابطه با حیوانات یا خود ارضایی هم باشه یا خودش گرفتاری دیگری ثبته در ارتباط با حیوان. خب وقتی این پدیده در زندان ها در سربازخونه ها اتفاق میفته این اسمش چیه؟ بچین فقط انحراف جنسیه. به همین جاست که یکی از کشورهایی که تو این زمینه در قرن 17 18 19 جلو افتاده انگلستان، به دو دلیل. یکی ناوگان انگلستان این وضعیتی که شما میفرمایید رو به وجود میورد، یکی مدارس شبانه روزی پسران دخترانه. و هنوزم تو مدارس شبانه روزی پسران و دخترانه این نوع روابط هم از نظر جنسی هم از نظر احساسی عاطفی پیدا میشه، ولی علتش محرومیته. به مجردی اون محرومیت برداشته بشه ممکنه که طرف به نه ببینید باز جناب فروزنده، من تمام کوششم این است که یه مرد ممکنه 30 سال با زن با مردان دیگه رابطه داشته باشه ولی هم جنس گرا نیست، و بنابراین موضوع اصلی و اساسی اون کل این سیستم و مجموعه است که به چه سمت و سوی حرکت می‌کنه. ببینید فرض بفرمایید شما اگر با یه مرد هم جنس گرا صحبت کنین، حرفش اینه که بدن یه مرد، لبخند یه مرد، نگاهی یه مرد، لمس کردن یه مرد درش هیجانات خاص به وجود میاره که اینو با زن اصلا نداره، مردم هست. خب پس بنابراین موضوع داخلی و درونیه، در حالی که اگر شما اینو به رابطه جنسی مرتبطش کنید، شما با هم جنس گرایانی که با جنس مخالف رابطه دارن روبرو میشید. چقدر هم جنس گرا میدونیم ازدواج کرده، بچه داره، بعد فرض کنید این رو به همسرش میگه، میپذیرن، جدا میشن، نمیشن، رابطهشون قطع میشه، نمیشه، به هم دیگه اجازه میدن رابطه با دیگری داشته باشن. شما انواع اینا رو در زندگی ها میتونید ببینید. من پرسشم این بود آقای دکتر، وقتی که یک کسی که بنا به هر علتی 30 سال در زندان بوده یا در ناوگان جنگی بوده، دور بوده از جنس مخالف خودش، ولی حالا اون شرایط منتفی شده و رابطه غیر عادی خودش رو به زعم اون بر اساس تعریف که شما فرمودید برای مدت‌های طولانی داشته، این آدم الان که برگشته به شرایط عادی دو تا مسئله است. یکی این که به عنوان یه مردی که زن میخواد به سمت زنا میره، ولی من و شما هر چیزی رو که حتی طبیعیمون نیست میتونیم برای خودمون اجباری کنیم. بارها عرض کردم بنده اینقدر تریاک بخورم میمیرم، ولی آدمایی هستن که اگر اینقدر تریاک نخورن میمیرن، برای که به این کار عادت کردن. شما من میگید یه مردی با فرض شما 30 سال در یه محیطی بوده، با مردان رابطه داشته، از اونجا بیرون آمده، از یه طرف گرایش به مردان، رابطه با مردان به دلیل اون 30 سال تجربه سر جای خودش یه نقشی داره. حالا این که وقتی میرسه به یه زن، با زن چگونه است؟ اگر واقعا آدمی است که هم جنس گرا نیست، با اون زن هم کشش داره، اون رو به دلیل طبیعیش داره، این رو به دلیل به هر حال سابقه و تجربه‌ای که از گذشته داره. به همین جاست که شما در بسیاری از کشورهای ایران، نمیخوام اسم ببرم باعث آزار بشم، شما میبینید مسئله پسران مواظبت و مراقبت از خودشونه، به دلیل اینکه کاملا مورد هجوم پسران و مردان دیگه هستن
و این مسئله نه به خاطر رابطه جنسی است، بلکه این مسئله مسئله بود و نبود و شرف و هویتشونه. و به همین که بعضیاشون هم بعد از همچین رابطه جنسی که حالا یا به نوعی فریب خوردن یا رضایت دادن یا به زور بوده، ممکنه خودکشی کنن. بنابراین من تمام کوششم تو این گفتگوها با دوستانی بوده که یه تفکیکی اگر بین همجنسگرایی و زن و مرد با رابطه جنسی قائل بشیم، خیلی از وقت این مسئله شکافته میشه. باز با وجودی که بارها عرض کردم، ای بسا در کشوری مانند ایران، در حد یه آدمی که کمی با این موضوع آشناست، البته من 37 سال از ایران دورم، بر اساس آنچه که میبینم که تغییر شاید چندانی در یه زمینه‌ای نکرده، از 10 تا مردی که با مردان دیگه رابطه داشتن، به نظر من 8 تا یا 9 تاش حتما هم جنسگرا نبود. بنابراین اثر محرومیت و گرفتاری است. اگر توی محیطی بودن که روابط میتونستن داشته باشن، اون شرایط هم با توجه به اون چیزی که عرض کردم که این بسا مسئله افتخار و برتری و جبران اون همه بدبختی و بیچارگی درشون نبود، اصلا ای بسا هیچ کدوم از این هشتای دیگه که عرض کردم با هیچ کسی تجربه جنسی نمیداشت. متشکرم. پرسش بعدی، بیننده میپرسن که شما یکی از پایه‌های عشق را فرزند و فرزندآوری میدانید، آیا معتقدید اگر بچه‌ای وجود نداشته باشد عشقی هم در کار نیست؟ خب اون جمله اول از جمله من نیست. من نه برداشتشون رو گفتم. نه خب برداشت ایشون هست. نه من هیچ‌وقت نگفتم که ماجرای عشق ماجرای فرزند و داشتن بچه رو اجباری و الزامی میکنه. عرض من چیز دیگری بود که موضوع تولید مثل با موضوع رابطه جنسی و با عشق نوعی به هم گره خوردن، ولی معناش این نیست که دو تا آدم اگر عاشق شدن حتما باید بچه داشته باشن. نه، دو تا آدم میتونن عاشق باشن با وجودی که میتونن بچه دار بشن بچه دار نشن، دو تا آدم میتونن عاشق بشن اصلا امکان بچه دار شدن نداشته باشن. ماجرای عشق چیزیه، عرض من مطلب دیگری است. مطالعات نشون میده که ازدواج دو تا قلاب به هم بیش از هر چیز دیگه وصلش میکنه، یکی رابطه جنسیه یکی بچه است. یعنی زندگی زناشویی با رابطه جنسی خوب و با وجود بچه احتمالاً میتونه از یه ثبات و قرار بیشتری برخوردار باشه. آیدو تو در همین رابطه امی الان دوتا بینندگان عزیز، اگر پرسشی رو میخواید مطرح کنید از تکس 408-887-4985 استفاده بفرمید، چون فکر نمی کنم ما برسیم که خط تلفن بگیریم امشب و به سوالاتی که برای من باقی مونده و تکس ها اگر برسیم کافیه. در ادامه این دوتا تکس آمده و اینا میگن که این بیننده میپرسه که من فکر میکنم اگر عشق به ازدواج برسه از بین میره. خب این حتما درست نیست. یعنی ببینید، روزی که شما عشق رو نه اون عشق دوپمینی موقت میگیرید که ازدواج باشه یا نباشه، رابطه جنسی باشه یا نباشه، تموم میشه. برای که مدتش معمولا زیر یک سال، نه به دو سه سال. پس اون یعنی اون آتش و آتش نه اون عشق دوپامینی که نتیجه فعل و انفعالات خاص مغزه که در اثر ایجاد ارتباط بین زن و مرد پیدا میشه، اون موقتی است. درست پس که من شما میتونیم یه مدتی بیدار باشیم بعد بالاخره خوابمون میبریم، اما اون عشقی که در وجود آدم کاشته میشه و به عنوان هنری است که آموخته میشه که میتونه 50 سال ادامه پیدا کنه، این دلیل نداره با ازدواج تموم بشه. این میتونه با ازدواج خیلی خیلی بیشتر بشه، میتونه با ازدواج نکردن خیلی خیلی از بین بره یا کمتر بشه. بنابراین ارتباطی نه به رابطه جنسی اونگونه پیدا میکنه، یعنی رابطه علت و معلولی، و نه با ازدواج رابطه علت. اون حرف قدیمی ها که میگفتن ازدواج گورستان عشقه، برای که میدیدن چون اون عشقا همه عشقای بستا ترشوه دوپامین بود، بعدم تموم میشد، میگفتن خب این آدم عاشق بود ازدواج کرد تموم شد، ولی اگر هم ازدواج نمیکردن میدیدن باز تموم میشد. پس این دوتا رابطه علت و معلولی با هم نداره. یعنی میرسیم به اون بحثی که شما مطرح میکنید، عشق رو میشود کاشت، به هم داشت و هم برداشت، و هم برداشت و هم داشت، چون اصلا داشتن شرطش داشتن مقدمه یا برداشتن نه فرقی میکنه. برداشتن شما هرچی بیشتر برید بیشتر خواهید داشت، برای که همونطور گرس کردم. مثلا اگه من شما بپرسم که حالا به طور خلاصه میتونید کاشت عشق رو توضیح بدید، منو حواله میدید به برنامه های مربوط به ولنتاین.
نه هم میدم به 16 تا چیز، برای که اون 16 تا چیز باید بکاری. چون ببینید عشق یا در وجود شما هست مثل یه ایرانی که فارسی بلده یا نیست، یا یه امریکایی که بخواد فارسی یاد بگیره، میگه آقا 16 تا تیکه باید زبون فارسی رو یاد بگیری، از فرض کن گرامرش گرفته یا الف باش گرفته تا اینکه بتونی فارسی حرف بزنی. بنابراین به همین که همیشه عرض کردم دو راه وجود داره، یکی پدر و مادر در 8 ماه اول عشق و تو وجود من شما میکارن، یکی اینکه پدر و مادر چون این کار رو نمی کنن بین 8 تا 18 سالگی هم اونا نمیتونن بکارن، ما همینجوری زمین ولی میافتیم. بعد از 18 سالگی خود ما میتونیم بریم اجزای عشق رو این دفعه تو وجود اون بکاریم و ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو پیدا کنیم. این اساس گفتگویی است که وجود داره. بنابراین ما با دو گونه آدم در 20 سالگی مثلا روبرو هستیم، اون که تو وجودش عشق کاشته شده با اون که کاش نشه، اون که فارسی بلده اون که فارسی بلد نیست، اونی که فارسی بلده که بلده، اونی که فارسی بلد نیست حالا از راه دیگری باید یاد بگیره، نه اون راهی که یه بچه در 8 سال اول فارسی رو یاد گرفته و در اون تسلط لازم یا کافی. قبل از اینکه به یک سوال دیگه برسیم، یه سوالی رو که همین الان اومده مطرح می‌کنم خدمتتون، پرسش ساده است، میگن که آیا اقتصاد میتونه عامل به وجود آمدن عشق و یا جدایی بشه، یعنی شرایط اقتصادی؟ بله. خب همیشه هر چیزی هست، سرما میتونه باشه، گرما باشه، نزدیکی باشه. شما با کی تصادف میکنید؟ با ماشین پهلوی عاشق کی میشید؟ اون کسی که در اختیار در دسترس شماست. شما بعداً عشق رو و حتی میل به داشتن رابطه رو میتونه برای تنهایی باشه، میتونه برای قدرت باشه، میتونه برای شهرت باشه، میتونه برای ثروت باشه، میتونه برای امنیت باشه. شما به دلایل مختلف به سمت و سوی آدما میرید ولی از توش یه چیز دیگه در میاد. به همین که خیلی از اوقات آدما رفتن با یکی رابطه جنسی داشت باشن بعد عاشقشون، خیلی از آدما عاشق یکی شدن بعد از رابطه جنسی ازش بیزار شده. آقای دکتر پرسینا، آیا عشق خود به خود معنی داره؟ اصلا معنی عشق چیه؟ هیچ واژه‌ای معنی نداره. صندلی معنیش چیه؟ ای عملشو بگیر مشخصه. ببین این از اون سوالاست، معنی هیچ. اگه قصدشون این است که عشق تعریفش چیه میشه فرض، ولی اگر میفهم معنی داره، مثلا به من بفرمایید که آگاهی معنی داره، اگر شما بخواید شرحش رو بدید یا تعریفش رو بدید، اگه قصدشون تعریفه بله، من بارها عرض کردم عشق یه احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است که ما رو به اونجا میرسونه که خوشحالی و بنازه خوشحالی خودمون، موفقیت و بنازه موفقیت خودمون، راحتی و بنظر راحتی خودمون اهمیت و ارزش پیدا میکنه. و همین به همین بیننده این سوال رو چند بار مطرح کردند و یک بار هم من سعی کردم این سوال رو از حضورتون بپرسم، ولی به من تذکر دادن که شما سوال منو بعد مطرح کردید و الان دوباره این سوال رو مطرح کردن، چون اینقدر حساسن به قضیه. اگر اجازه فرمایید سوالشون رو مطرح کنم. میگویند که من اگر الان از همسرم جدا شوم، شانس بچه دار شدن را برای همیشه از ایشان میگیرم، چون اگر بعد از من هم ازدواج کنند شاید دیگر از نظر لحاظ بیولوژیکی نتوانند بچه دار شوند، در صورتی که در صورت ماندن با ایشان میتوانیم بچه دار شویم، چه باید بکنم؟ خب هست، ببینید بسیاری همین امروز من رو خط رادیو داشتم، خانه بودن 36 ساله، اینکه شما جدا بشید تا برید کسی دیگر پیدا کنید و بعدن حامله بشید، ممکنه زمان شما برای داشتن بچه به پایان رسیده باشه، برای که یه دریچه ایست که باز میشه و از یه جایی بعد کم کم بسته میشه و بعد کاملا بسته میشه. نتیجتا این حرف درست است که ماجرای باردار شدن زن یک مرحله بستا کریتیکال پریود داره، یه مرحله بحرانی داره و در یه حدی است. بنابراین مطلبی که مطرح میفرمان این است که ما اگر با هم صاحب فرزندی نشیم، ایشون تا از من جدا بشه و جای دیگه بره احتمال داره، و یا با توجه به اینکه درست در اون مرزن، فرض کنیم پزشک گفته 1 سال دیگه شاید بتونید حامله بشه، تا 2 سال دیگه شاید، چون با یه احتماله، ولی ایشون فکر کنن و خود همسرشون که من تا از تو جدا بشم و بتونم اینا پشت سر بذارم، با کسی آشنا بشم، مثلا اگر کسی نیست و به هر حال بعدش عرض کنم بچه دار بشم، خب من برای همیشه دیگه صاحب فرزند نخواهم. انتخاب اوناست که میخوان با هم چه کنن، اینکه دلشون میخواد با این آدم زندگی کنن یا نه، دلشون از این آدم فرزند داشت باشن یا نه، کی دلش میخواد بره، کی دلش میخواد بره. ای هر دوشون نمیخوان با هم زندگی کنن، فکر کنم به درد هم نمیخورن، اینجا پرسش مطرحه که با هم بمونیم
صاحب یه فرزندی بشیم بعد بشیم یا نه. بذارید یه مثال عرض کنم، فکر کنم قبلا هم خدمتتون عرض کردم، من قبل از اینکه رادیو همراه باز بشه من یه فرصتی داشتم ساعتی هفته 5 ساعتی 6 ساعتی کار تراپی رو انجام میدم، برای که همچنان روی رادیو بودم و روی هفته 16 ساعتی رو خط رادیو تلویزیون، نه مثل الان که شده 26 ساعت. من دو تا مورد داشتم که زن و شوهری اومدن پلوی من تو همون مرزم بودن، مثلا فرض کنید 36 37 ساله بودن، 38 ساله بودن، خانم یه بچه هم داشت، ولی اینا مطمئن بودن میخوان جدا بشن. من یکی از پیشنهاداتی که بهشون به هر دو داشتم و هر دو قبول کردن این بود که شمایی که به اینجا رسیدید و به خاطر داشتن یه فرزند به هم مرتبطید و مسائل عجیب و غریبی هم ندارید، مشکلاتی هم نداری، چه بهتر که هم به خاطر خودتون که موضوع داشتن فرزند منتفی بشه، هر دوتاتون با دوتا بچه دیگه موضوع منتفی است، ضمناً دوتا بچه برای هم خیلی بهترن تا یه دونه بچه باشه، برای شما هم راحت تر هستن. خب بچه دوم هم بیارید با علم به این که میدونی میخواد جدا بشه. حالا اگر جدا نشدید چه بهتر، اگر هم شدید حداقل نه شما نه او آسیب، و هر دو پذیرفته و هر دو صاحب فرزند شده. امید من این است که مانده باشن، چون من خبر ندارم بعدش رو نمیدونم، ولی میخوام به شما بگم برخی از اوقات ماجرای فرزند در حقیقت مثل اینه که شما تصمیم میگیرید این کچلوار رو $100 بخرید یا نخرید. یه زمان فکر کنید خیلی میارزه، یه زمانی هست که فکر اصلا نمیارزه، یه ذره دودلی. بنابراین این دوستان خوب و عزیزم باید به این فکر کنن که میخوان برای هم چه کنن، برای خودشون چه کنن، چون ببینید ماجرای آوردن فرزند که با آوردن فرزند تموم میشه. فرض بفرمایید این دوست عزیز صاحب فرزند بشه، همین میخوان جدا بشن، حالا موضوع این است که میخوان با فرزندی که ناچار باد با دیگری بدون که با هم باشن شریک و سهیم باشن میخوان چیکار کنن. و بعد اگر ایشون با کسی بود او با کسی بود، آقا الان ممکنه بتونن ازدواج کنن صاحب فرزند بشن، حالا ماجرا چه خواهد بود؟ اون خانومه که یه دورانی داشته که با حسابشو میکرده، و به همجاست که من دوستانی که سنشون اونور 31-32 ساله عرضم اینه که دیگه دوران امتحان کردن و بازی گذشته. یعنی شما باید مطمئن باشید اگر فرزند میخواد با کسی ازدواج کنید که فکر میکنید میمانید و او هم فرزند میخواد، ولی رفتن سراغ کسی که مطمئن نیستید یا فرزند نمیخواد، فقط شما دارید بهانه در میارید که از این دوره بگذرید و صاحب فرزند نشید. و همین امروز هم باز من رو خط داشتم، اگه به شما بگم واقعا 1000 نفر از این 25 هزار نفری که رو خط اومدن به من کاملا نشون دادن که ما میخواییم بازی و بهانه در بیاریم، بعد بگیم نشو. خب اون هم هست، برای که با بازی های انسان از این بابت کاملا آشنایی. آی دکتر هلاکویی، دخترم شوگرددی داره، اون 18 سالشه و با یه مرد مسنی رابطه داره، چی کار باید بکنم؟ من با این کار موافق نیستم. فکر کنم هیچ کس موافق نیست، بنابراین موافقت پدر رو میتونم بفهمم. فقط ماجرا این است که یه دختر به دو دلیل رفته سراغ این آقا، یک دلیل اصلی و اساسیش مسائل مالیه، دو به هر حال یه کسی است که با یه همچین آدمی به نوعی میتونه در یه تصویر ذهنی کنار بیاد، چون اگر خیلی بد بود احتمالا این کار رو نمی. یه نوعی از روابطی است که پذیرفته نیست، آخرش هم عاقبت خوب و خوشی نداره. بیننده دیگری گفتن من اصولا با نظر شما یعنی آقای دکتر هلاکویی در رابطه با عشق و آزادی موافق نیستم، اون رو نادرست میدونم و هیچ ارتباطی بین عشق و مفهوم آزادی نیست. حق دارن نظر داشته باشن. بنابراین نه تنها حق دارن، حتما نظرشون درسته. بنده هفته گذشته توضیحکی دادم درباره ارتباطون. بیننده عزیز رابطه بین اون دوتا نمیدونم، حتما دو تا مسئله است، یکی اینکه خودشون یه نظری دارن، دومی که احتمالا نظریه من رو یا دلائل من رو اگر اصلا آوردم شاید هم نیاوردم رد میکنن، کاملا ممکن. آی دکتر، پرسش بعدی که مطرح کرده این است که آیا در آموزش های جنسی بیشتر از روشون مدارس هست، در مورد همجنسگرایی هم باید آموزش داد و کودکان و نوجوانان رو باید آماده کرد؟ ببینید اشکال کار باز در اینجاست که ما یک فکر بکنیم یه چیزیست که واقعی نیست و اگر واقعی هست بده، اگه بپذیریم واقعی هست و اگر بپذیریم ما نسبت بهش نظری نمیتونیم داشته باشیم و تأثیری هم تو ذهن زندگی بچه ها نداره، چرا که نه؟ چرا من در فرض کنید 9 سالگی 10 سالگی ندونم آدم ها سنوان پسرن دخترن و همجنسگرا و همین،
برای که هیچ وقت دونستن این که منو به سمت همجنسگرایی نمیبره. اگر نگرانی این دوستان، یکی زن زنه، یکی مرد، شما بذارید یه جور دیگه عرض کنم، در بیش از نیمی از نقاط جهان بزرگترین مشکل و مسئله ما این است که برای زن و دختر یه جایگاه قائل هستیم که باعث تأسفه، اون آسیب بیشترش و حالا با یه درصدی که حالا جای گفتگو داره از همجنسگرایی من شما مشکلی نخواهیم. پسر من اگر در 10 سالگی بدونه یه چیزی به اسم همجنسگرا هست چه آسیبی بهش میخوره؟ اگه همجنسگراست که آسوده میشه، من یه نوعی هستم از انواع انسان، اگرم نیست که نیست، تموم شد. را شما بیاید مشکل در دنیا رو یه جور ریال کنید، ماجرای تفاوت و فاصله و برتری و امتیاز مرد و برزن رو از بین ببرید. اونه که ویرانگره، اونه که بیماریزاست، اونه که گرفتاری آفرینه، اونه که مسئله ماست، نه اینکه با نظر ما راجع به همجنسگرایی در کودکی یا بزرگسالی چه هست. دکتر، بیننده دیگری پرسیدند که فرق عشق با عادت چیست؟ در آدمهای معروف هنرپیشگان به طور معمول بیشتر جدا شده به خاطر موقعیت، بیشتر از هم جدا میشن و با جفت جدید ازدواج میکنن، اما اگر ما به دلیل اینکه کس دیگری سراغ ما نیامده با همسرمان میمانیم، این عادت است یا عشق؟ خب آخه بریم سراغ اولی. اون گروه کی گفته که اینا ازدواجاشون با عشق در ارتباط؟ بسیاری از اوقات نیست، چون معمولا بیشتر اینا گرفتارتر از متوسط آدم ها. پس بنابراین یه آدم های بر اساس مصلحت و منفعت و شرایط و وضعیت و همه چیز میرن به سمت همونطور که احتمالا، مطمئن نیستم، ولی درصد اعتیادشون به مواد مخدر هم از متوسط مردم در سطح خودشون بالا. پس بنابراین عشق و ازدواجای اونا، ازدواجشون به دلیل جنبه قانونی و تعریف علمی انجام میشه، ولی عشقش رو شک داره. بعدم از اینم که جدا میشن، خب ازدواجی است که منجر به طلاق میشه. اما اگر یه کسی هیچ کس رو نداره و چاره ای نداره که با این آدم بمونه، که اسمش عشق نیست، اسمش عادت هم نیست، اسمش نادانی و کمدانیه. بیننده دیگری پرسیدن، من دختری در آستانه 22 سالگی خودم هستم که در یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا در آخرین سال یکی از رشته‌های وابسته به پزشکی یعنی پرستاری به تحصیل اشتغال دارم. من تک فرزند خانواده هستم و در 17 سالگی اولین رابطه جنسی خود را با جنس مخالف برقرار کردم. به دلیل شرایط سخت خانوادگی ناچار شدم در رستوران و بار کار بکنم. از این طریق با مردان متعددی آشنا شدم و کار من این بود که با آنها دیت بگذارم. بعد از یکی دو دیت احتمالاً به این نتیجه می رسیدم که می خواهم با طرف ادامه بدهم یا ندهم. به هر حال من بازنده نبودم، چون اگر ادامه هم نمی دادم، در همان در دو جلسه مقداری پول به دستم آمده بود و در این حال هدایایی هم برای من می خریدن. اکنون که در سال آخر پرستاری هستم، مواجه با مشکلی شدم که برایم بی سابقه بود است و آن این است که حس میکنم قلبم شرایط غیر عادی دارد و از ترس اینکه سکته قلبی نکنم شبها نمیخوابم و در این حال آنچرا که بر من گذشته است برخلاف اتیک رشته پرستاری میدانم. من گاهی اوقات از کسانی که با آنها رابطه داشتم هم چیزهایی را کش می رفتم و در همین لحظات که این نامه را برای شما می نویسم نمی دانم این روابط را چگونه باید قطع کنم، چون در فاصله این چند سال با بیش از 200 مرد دیت داشتم و بله همین. خب من نمی دانم که ببینید، اگر برگردم به نوع زندگی ایشون، اگر بگیم از سر اجبار بوده، کمیش رو برخی از اوقات شاید بشه توضیح داد، ولی نه اونقدر که ایشون اشاره کردن. بنابراین اگر با یکی دو تا رابطه داشتن، اگر اون رابطه ها رو نگه می داشتن،
ماجرا یه مقداری فرق میکرد، مثل هر کسی دیگه که یکی دوتا سه تا هر چند تا ممکن در رابطه در دو سال داشته، ولی وقتی تعداد به 200 میرسه معلومه که ایشون یه حالات روانی خاص دارن و به نوع دیگری در ارتباط با مردها قرار میگیرن و اصولا یه نوع تنفروشی است، فقط در ظاهر، چون دو دفعه لغت دیت رو به کار بردن، دیت درست مثل زن روسبی میمونه که بگه دیت دارم. بنابراین اونجا موضوع من نیست، اینکه به اینجا رسیدن که الان احساس بدی میکنند و نگران این هستن که در خواب سکته کنند و چنچان، اون برمیگرده به استراب عمیق و سنگین و ای بسا افسردگی و خشم که از جای دیگه میاد که فقط این حالات شاید تشدیدش کرد. یعنی فرض اینجوری بگیرید با توجه به اون چیزی که این روابط نمیتونه تشدیدش کرده باشه، خیلی کم، یعنی به شما همین عرض کنم، یعنی فرض بگید که شون دو سال قبل اصلا با هیچ مردی یا فقط با یه نفر دوست پسر دختر بود، ای بسا 90% این حالات الان شب باز پیدا میکرد. برای که ببینید ایشون به نوعی که دارن موضوع رو مطرح میکنن یه چیزی نبوده که در یک جدال دائمی با باورها و اعتقاداتشون رو نمیدونم احساس گناه و خجالت و وحشت و اینا زندگی کرده باشه، ممکنه ولی بسیار بعید. من فکر کنم بیخودی اینا رو به هم مرتبط برای چی میکنه. ایشون یه آدمیست با احتمالاً استراب و وسواس سنگین و شدید و البته میتونه ریشش اصلا این چیز دیگه باشه، یعنی ایشون مثلا فکر میکنن که با این روابطی که داشتن ای بسا یه بیماری گرفت و در نتیجه مکانیزم سکته رو برای یک مرگ ظاهرا موجه و محترمانه در آوردن، در حالی که ممکنه فکر کنن به خاطر این روابط ای بسا مثلا ایدز گرفت. بنابراین اونو اگر خودشون صحبت کنن میشه فهمید، ولی من ارتباط آنچنانی بین این دوتا نمیبینم. یعنی ایشون میتونن بر اساس باورهاشون احساس کنن که خیلی کارهای بدی کردن ولی همچنان به اون نتیجه میتونن نرسن. افسردگی رو بیشتر میفهمیدم تا این نوع حالت وحشت یا نوعی از وسواس و انگزایتی اتاک. دکتر جان اجازه فهمید من یه خورده کار کردن با این دستگاه برام آسونم نیست، ولی این سوال مهمی است. شما معتقدید به این که گذشته نباید به گذشته آویخ، چون گذشته در گذشته است، این اصطلاح معروف شماست که به کار می‌برید، این در حالی است که عده‌ای از متخصصان طراز اول روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی معتقدند که انبوه تجربیات و آزمون‌های گذشته شخص در شخصیت کنونی او متبلور شده و در حالات و طرز برخوردهای او و در شخصیت او منعکس می‌شود. خصوصیات شخصیتی، طرز برخورد، طرز رفتار و حرکات بلکه حرکات او را تحت تأثیر قرار می دهد و در تمام طول عمر در رفتارهای او باقی می ماند و تأثیری انکار ناپذیر دارد. خب مطلبی که می فرماین کاملا درسته، یعنی احتیاج نبود که، ولی با نظر من هیچ ارتباطی نداره. این که ایشون می فرماین اصلا من و شما مجموعه همه حوادث و اتفاقات گذشته ایم، این که من و شما همه تجربیات گذشته ایم، این که من و شما هیچ چیز جز اون تجربیات و برداشت های ما نیستیم، کاملا کاملا حرفشون درسته. اما وقتی من عرض کنم گذشته در گذشته و نباید به گذشته همون، یعنی فرض کنید هستالی هفته گذشته من یه حرفی زدید که من اذیت شدم، من اگر بخوام روی این حرف بیستم من آسیب میبینم و در حقیقت در اون حدی که به من مربوطه زخمی رو که شما منظری در خودم عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنم. ولی اینکه شما من بگید من کاری که به تو زدم تو بدن تو اثر کرده، به تو آسیب فیزیکی و روانی زده، حتما. من که نمیگم گذشته وجود نداره، من که نمیگم گذشته نقشی تو زندگی ما نداره. من و شما هرچه هستیم نه برایند گذشته، برایند گذشته به اضافه حق آزادیمون هستیم.
قبل این ماجرای گذشته برگذشته معناش این است که یک کسی به من حرف زشتی زده و من اون موقع اذیت شدم، میخوام چیکار کنم؟ یه صد دفعه دیگه به خاطر بیارم، صد دفعه دیگه رنج ببرم وقتی هیچ کارش نمیتونم بکنم؟ اگه به من بگید راه حلی داره برای از بین بردنش، میفهمم. اما این دوتا موضوع به هم مرتبط نیستن، ولی استدلالی که میفرماین کاملا درسته و اصلا من و شما شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی های من، جهان بینی و فلسفه من، احتیاجات من، جدول ترجیحات من، همه و همه تحت تاثیر گذشته است. من بس که بنده نه ژاپنی بلدم نه چینی نه روسی، ولی فارسی کم میبلدم. علت چم این است که تحت تاثیر همه اون گذشته هستم. بنده پیانو بلد نیستم بزنم چون پیانو نزدم. بنابراین اگر ایشون به من بفرمان فارسی رو تو چرا بلدی و پیانو چرا بلد نیستیم، کاملا حق با ایشونه که مربوط به گذشته است. ولی عرض من اینه که الان بگیرم بشنم قصه بخورم که چرا پیانو نزدم، بعد برم سراغ پدر مادرم که منو نگذاشتن، حالا یه علم شنگه اونجا در بیارم و حال خودم بد کنم، اون بحثه. و الا مطلبی که میفرمان کاملا درسته. وسط آگه ببینید، شما هم خودتون اهلیت چه دارید به خاطر اینکه نه اینکه کل جامعه ایرانی، ولی از یه نوع اعتماد جامعه ایرانی برخوردار هستید در سطح بسیار بالایی در نقاط مختلف. چرا حالا این سال اوله میگن کنار گود نشسته میگه لنگش کن، ولی خب باید گفت مسئله رو. اگه قرار باشه یک زمانی انتخاب بشه و امیدوارم عمر رادیو همراه دراز باشه و ادامه پیدا بکنه، مثلا حالا امسال شاید نشه ولی سال آینده، چرا یک کمیته رو درست نمی کنید که در این حال خدمتگزاران جامعه فرهنگی ایران در داخل و خارج کشور رو اون تعریفش خودتون قائل کرد یه مقداری شناسایی بشن و شاید این شب اون کمیته‌ای که حتما همشون اهل خبره هستن و آدمای آگاهی هستن، اینها رو به مردم معرفی کنن، یه نوع دلخوشی و دلگرمی رو هم به وجود بیارید برای این جامعه پراکنده ایران که از استرالیا تا اون ور دنیا ادامه داره، تا این ور دنیا ادامه داره، از بالا تا پایین. به هر حال اگر کسی قرار باشه پیش قدم بشه، یکی از صالح ترین آدم هایی که میتونه فکر رو بکاره و جلو بیاره فرهنگ اولاکوییه. لطف دارید از جهت من این که همچین ایده خوبی هم من باش مخالفتی ندارم، یعنی میفهمم. ولی ببینید جان فروزنده، شما باید یه جایی مثل اسکار تکلیف روشنه، یعنی یه سازمانیست با میلیاردها، نه میلیون، میلیاردها دلار سرمایه گذاری با هدفهای مشخص. یعنی شما فکر کنید همین برنامه روز یک شنبه 30 ثانیه آگهی بوده 4.5 میلیون. 30 ثانیه ما الان سر 25 دلار فروختنش در رادیو همراه مسئله داریم. 25 دلار در مقابل 4.5 میلیون. خب شما این اسکیل رو وقتی بهش یه ذره نگاه بکنید قصه فرق کنید. دوم، چه کسانی بیان؟ اگر شما میخواید روی فیلم کار بکنید یه مسئله است، اگر روی فرض بفرمایید خوانندگان و ترانه سرایان بیاد اون یه قصه، اگر شما برید توی زمینهای علمی ماجرای دیگری است، اگر برید تو زمینهای خدمات موضوع دیگری است. حالا اینا رو انتخاب کنید، اینا دو گونه، یا آدمای شناخته شده هستن مثل استالی که هستید، یا دوستانی که رو خط رادیو تلویزیون هستن. خب اینا به اندازه کافی ده ها و صد ها و هزاران ساعت همه جا بودن. اینکه 2 دقیقه 3 دقیقه هم شما بیاریدشون اونجا و ببریدشون کاری نخواهد کرد. اگر به من بفرمایید آدمایی که ناشناخته هستن، خب کشف اینا یه ذره موضوع بعد ارزیابیشون. بعد از اون حالا اگر فرض بفرمایید یه جای اعلام بکنن که ما 25 نفر رو می‌خوایم معرفی کنیم در زمینهای مختلف که هیچکس نمی‌شناستشون برای که گمنام باقی موندن، اون استقبال کجاست، انتخاب کجاست؟ بعدم یه همچین برنامه‌ای وقتی شما رادیو تلویزیون در اختیار دارید خیلی ماجرا فهم کنید. ما اون رو یه بهانه‌ای کردیم برای دو چیز. یه رادیویی هستیم که یه طرف است، ما حرف می‌زنیم، شنوندگان خوب و عزیز می‌شنون، فکر کردیم دور هم جمع بشیم. ضمناً یه بهانه‌ای است برای اینکه بتونیم در یه شهری مانند لس آنجلس تعداد شنونده خودمون رو از یه حدی بیشتر و بیشتر کنیم. بنابراین ما هم هدف‌ها و جهت‌های خاصی داریم، ولی خوشبختانه استقبال دوستان نشون داد که ما در شهر لس آنجلس ظرف این مدت 10 ماه و نیم 11 ماه یه چی کردم. مجبورم اینو عرض کنم، من فکر نمی‌کنم در شهر لس آنجلس تا به حال هیچ برنامه بیش از 3000 نفره ظرف 2 هفته 95%
عرض کنم که کارت ورودیش یا تیکتش رو فروش کرده باشه. مطلقا اینا خودشون میگن در دولبی تئاتر همچی چیزی سابقه نشده در جامعه امریکایی، اونم جامعه امریکایی که اسکار برگزار میکنه اونجا. اسکار و اسکار اونجا برگزار میکنه. ما رفتیم بی خودی اونجا ادا در آوردیم، ولی خب به هر حال اینکه شما میفرمایید برنامه‌ای تدارک دیدیم، یعنی واقعا فقط کار نیست، نه اینکه الان چون من نمیخوام چیزی رو بفروشم، حتی هنرمندان خوب و عزیز رو هم معرفی نکردم که بگم، به خاطر اینکه فقط همونطور که هستالی شنیدید رادیو همراه حرفش اینه که ما به دنبال دو چیزیم، ارتباط و اتحاد. پس ما یه نوع ارتباط یه طرفه داریم، میخوایم دو طرفه باشه و بعد امید این است که ازش اتحاد هم بیرون. پرسیدن که جناب آقای دکتر هلاکوی عزیز، با توجه به سیدی چرا طلاق و چرا ازدواج شما به این نتیجه رسیدم که باید جدا شدم، ولی شدیداً ترس از تنهایی دارم، مخصوصا شما مدام میگویید بیرون خبری نیست، چطور با ترسم روبرو شدم و به زندگی که مثل مرده‌ای هستم که نفس میکشد خاتمه دهم؟ ممنونم. بله ببینید مطلبی که فرمودن متاسفانه همش درسته. من همطور که میدونید در سیدی چرا ازدواج چرا طلاق سه تا جنبه ازدواج سه تا جنبه طلاق مطرح کردم. یکی ما چرا ازدواج میکنیم به دلایل درست، دومی که ما ازدواج میکنیم به دلایل غلط، و چرا ازدواج نمیکنیم، چون این موضوع فوق العاده مهم. بعدیش هم این است که چرا طلاق میگیریم به دلایل غلط، چرا چاره جز طلاق نداریم و چرا طلاق نمیگیریم. بیننده از ارجمند فرمودن با توجه به اونا متوجه شدن که این اسمش زندگی نیست. خب همیشه این مسئله هست، ما این موضوع رو داریم درباره این که یک کسی که در روستا بود آیا جرأت بکنه بیاد تهران، آیا من بچم رو بفرستم خارج، آیا من وارد این رشته یا اون رشته تحصیلی بشم. به هر حال همیشه ما یه منطقه آرامش و امنیت داریم که به عنوان کامفورت زون میشناسیمش. خب خیلی اون بیرون نمیخوایم بیاد، به همین جاست که ایشون اونجا کنگر رو خوردن، لنگر رو انداختن، ولی احساس بی فرمان خبری نیست. حالا بیرون آمدن یه شرایطی داره، اینکه به من بگن خبر بهتری هست، خبر بهتری نمیتونه باشه، ولی ایشون حالشون بهتر است یا نیست، اون پرسش باید بکنم. و من اونجا فکر کنم 15 تا 17 تا 18 تا یادم نیست، برای که چند سال قبل بوده نکته عرض کردم. ولی ببینید جان فروزنده، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما تو دنیایی هستیم که برای آدم امروزه نه دیروز. ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. پس بنابراین اون دومی رو نباید، به همین که باید ازدواج کرد رفت سراغش، نباید توش مون، ولی مشروط به اینکه چه میکنیم. ولی اگر من یه کسی هستم که میرم سر کار، بعدم میام خونه، کاری با همسرم ندارم، زندگی خالی داریم، خب من باید نشون بدم که من توان یه زندگی خوب رو دارم، آمادگیشو دارم، شور و شوق و اشتیاقشو دارم، یه آدمی من نگه داشته، یه آدمی ترمز منه. ولی اگر موتور منم خرابه و بنزینم نداره و حالا یه جای ایستادم، خب حالا ایشون هم از اتومبیل بره بیرون، حرفشون درسته، من اینجا تنها میمونم. اونا گرفتاری هاییست که بر میگرده به ما، به همجاست که خیلی کارا برای خیلی ها درسته. بنده الان خیلی دلم میخواد برم مقدار ورزش های دست جمعی بکنم، اما این شناسنامه لعنتی به من میگه که مرد رفتن همون رو برنگشتن همون. برحال یه مقدار واقعیات و حقایق هست که، ولی من برام یه فردی ماننده ایشون پرسشم این است که آیا شما حد اکثر آگاهی رو که ممکنه و حد اکثر کار و کوشش مرتبط به اونو انجام دارید و انجام میدید که میخواید به یه چیز دیگه برسید یا نه؟ ولی اگر بنده در منزلم بشینم که خونه دوستان مهمونی نمیتونم باشم، خب معلومه همینجا باید بمونم دیگه. پس باید اون 16 تا اصل شما رو حتما بهش توجه کنید. کارشون به عشق ارتباطی نداره، کارشون به ازدواج هست. چون ازدواج خودش به عنوان یه نهاد یه مسائل مربوط به خودش رو داره که ممکنه توش عشق باشه نباشه، عشق به وجود بیاد نیاد، بوشه از بین بره. به هر حال شما خانواده و ازدواج چیز دیگری است، عنصرش عنصر اساسی است. یعنی آدم باید در دنیای امروز و انسان امروز با عشق ازدواج کنه و عشق رو نگه داره و در اونجا عشق رو رشد بده و امیدوار باشه که بتونه اون رو حفظ کنه. همون حرف سنگین و درستی که اریک فرام میزنه، عاشق شدن میتونه ساده باشه، حتی به صورت طبیعی اتفاق میفته، در عشق ماندنه که هنر انسان است. دکتر پرسش بعد این است که شخصیتی که از نظر ارگاسم
ارگاسم یا ارگاسم؟ ارگزم، ارگزم ارگزم. بله، از نظر ارگزم ناراضی است، شخصیتی مصنوعی به هم میزند و از رفتار طبیعی و خود به خودی از عکس‌العمل‌های طبیعی و واقعی می‌هراسد و از این رو از احساسات طبیعی و اینجا احساسات طبیعی خود نیز در وحشت است. این چه معنی؟ من نمی‌فهمم، مثلا این پرسش رو نفهمیدم که کسی که ارگازم داره یا نداره اصلا سوال. نه، کسی که از نظر ارگازم ناراضیه، یعنی به ارگازم نمی‌رسه. آخه ناراضی که معنی نمی‌ده. مثل این است که یا شما در رابطه جنسی ارگزم دارید یا ندارید. اگه دارید که من میدونم نارضایتی چه بانید. اگر ندارید دلائل نداشتن موضوعه. اگه در زنه که دلائلش رو تو خط رادیو درست همه هنگی بین زن و مرد در مورد ارگزم مطرحه یا نه؟ نه، اون توصیه این است که اصلا به دنبال همراهی با هم و همه هنگی نباشه. نباشه. چون موقع حواستون متوجه دیگری میشه و به تدریج از خودتون خالی میشه. همینجاست که با توجه به اینکه مرد بعد از ارگزم از نظر فیزیکی و روانی تمایل رو حتی از نظر فیزیکی کاملا از دست میده، یعنی دهلیزها باز میشن و خون بر میگرد و توانایی ادامه رابطه رو نداره بعد از ارگزم، همینجاست که توصیه میکنن اول همسرش رو ارضا کنه و بعد خودش رو. دلیل دیگه‌ش هم این است که خوشبختانه زنان بعد از ارگزم تازه مایل به ادامه رابطه جنسی هستن. زنان، بله، و به همین دلیل است که اونا در طریقت من همیشه از زمین است که خانم وقتی به ارگزم رسیدن همینجوری میتونن مدت ها در اون بالا باشن، در حالی که آقایون هستن که سقوط میکنن و به خاطر این سقوط است که همیشه توصیه این بوده، ولی اینکه حواسشون به هم دیگه باشه و با هم باشن رو اصلا توصیه نمیکنن. نظری رو اینجا دادند که البته من نمیدونم، میگویند که با تشکر از حضور شما پرسیدند که عشق برای زنان بسیار مهم است، حتی برای فواحش. برای فحشا هم، فاحشه ها هم بسیار مهمه. آیا فرقی هست بین عشق در میان فاحشه ها و زن عادی؟ ببینید، البته این بحث رو باید به گونه دیگه ای مطرحش کرد. اگر هستالی، من چون وقت کمی هست باید یه اشاره می کنم. انسان با احتیاج یا نیاز بیش از هر چیز دیگه تعریف میشه و شناخته میشه. اگر یک کسی 5 تا 10 دقیقه به من بگه چه احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی داره و چگونه میخواد احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعیش رو برآورده کنه، من از این راه بیشتر از هر راه دیگه میتونم اون رو بشناسم. پس موضوع اصلی و اساسی انسان احتیاجه. ابراهام مزلو به ما گفت که البته من یه تجنظری از ذره خودم، نه اینکه در حد او باشم، دارم که مراحل هایرارکی آف نیدز یا سلسله مراتب احتیاج رو مطرح کرد. اگر این دوست خوب عزیز به یه چیز توجه کنن، خواندید، اولین نیاز ما که باید برآورده بشه نیازهای فیزیکی یا مادی یا جسمانی ماست و رابطه جنسی اونجاست، تو نیاز شماره یک. روزی که ما تقریبا نیاز شماره یک رو برآورده کردیم، میریم سراغ نیاز شماره دو که امنیت و آرامشه و این دو در مغز ما کار گذاشته شد. بنابراین حرفی که مظلوم میزنه درسته، دیار اکچوال نید، نیازهای واقعی هم، دوم دیار دفیشنسی نید، نیازهای مبتنی بر کم بودن، یعنی تعادلی به هم میخوره باید برقرار بشه. پس انسان به دو چیز احتیاج داره، یک به غذا، به هوا، دو به امنیت و آرامش که قبلا با هم صحبت کردیم. اما نیاز شماره 3 که انسان باید اون رو در خودش به وجود بیاره و بعدن به دنبالش بره و در انسان کاشته نشده و به صورت طبیعی و ذاتی نیست، فقط فرصتی بهش داده شده و نمونه‌ای براش در سیستم کار گذاشته، نیاز به تعلق و عشق، belonging and love. و این نیاز شماره 3 توش باز رابطه جنسی است. حالا مردان به دلیل آنچه که در طول تاریخ بوده و از نظر طبیعی هستن، میتونن با نیاز شماره 1شون تعاملات جنسیشون رو ارضا کنن، یعنی همونطور که غذا احتیاج دارن، آب احتیاج دارن، رابطه جنسی هم بخوان. زنان به دلیل اینکه ضعیف‌ترن، مورد تجاوز ممکنه قرار بگیرن، آسیب ببینن، خطر آسیب فیزیکی دارن، حاملگی دارن، نیاز رابطه جنسی رو تو سومی میبینن که نیاز تعلق و عشق. برای استدلال بیننده عزیز درسته که خانم‌ها دلشون میخواد بعد از امنیت و آرامش و وارد شدن به مرحله احساسی عاطفی عشق
رابطه جنسی داشته باشه. بنابراین گرایش آقایون به سمت رابطه جنسی فیزیکی خیلی بیشتره، گرایش خانم‌ها به سمت رابطه جنسی مبتنی بر احساس و عاطفه و عشق خیلی بیشتره و این همه جای دنیا آشکاره. پس بنابراین حرفشون درسته. حالا مردان در این زمینه خب بیشتر در همون لایه یک میمونند و همینجاست که در بیشتر جوامع مرد این رو به عنوان یه نیاز خودش و بعد به خاطر حق خودش و مسئولیت زن میدونسته و این فاجعه است که در طول تاریخ بوده. خانمام رفتن تو این که بذار من اولا نیاز فیزیکی نداشته باشم، از امنیت و آرامش برخوردار باشم، تو رم دوست داشته باشم، به تو بتونم اطمینان کنم، با تو رابطه داشته باشم، برای که آسیب نبینم. بسیار عادی و طبیعی است و به همجاست که این تفاوت وجود داره. بنابراین مطلبی که فرمودن مردان به دنبال رابطه جنسی یا سکس بیشتر از زنانن و زنان به دنبال عشق بیشتر از مردان، به طور کلی حرفی است که میشه دلایل طبیعیش رو حتی ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی هم براش آورد و بعدم از نظر اجتماعی هم که این وضعیت تشدید شده و بنابراین مطلبی که فرمودن بسیار درسته و یه تفاوت یا تفاوت‌ها اینجا وجود داره. به پایان وقت رسیدیم ولی یک سوال مطرح شده که من فقط سوال وقت دارم مطرح کنم و امیدوارم البته دکتر هلاکویی خودشون اشاره کردند. ما دو برنامه هفته آینده رو بدن، چون یکیش قبل از ولنتاینه و یکیش 48 ساعت بعد از ولنتاین هست، اختصاص میدیم به عشق محض. به هر حال عشق چیه و عاشق کدومه، با زبان گرم دکتر هلاکویی به اون میپردازیم. اما جام دکتر یه پرسشی مطرح شده که من فقط پرسش رو مطرح میکنم ولی نمیتونیم جواب بهش بدیم، شاید فرصتی دیگه شاید هم بشه به این پرسش. به هر حال پرسش ساده ای نیست و دقیق باشه پاسخ، به خصوص جناب عالی همیشه انتظار این دقت هست که دارید. میگن که خانم فریما این سوالو کردند، فرمودند که شما در موارد بسیار از دکتر هلاکویی پرسیدید که عاشق شدند یا نه. اگر من به جای دکتر هلاکویی بودم من میز رو میچرخوندم به طرف شما و از شما میپرسیدم، که خیلی منصفانه است که اگر من از شما کنم اوکی. حالا من از شما میخوام بپرسم آقای فروزنده، شما چند بار در زندگی خود عاشق شده اید؟ خیلی ممنونم از شرکتتون در برنامه. بنده هرگز همچین سوالی رو مطرح نمی کنم. اولا نه مقابله به مثل میکنم چون مثل بعضی ها شاید بدجنس نباشم، و دوم این که بنده با عشقهای جناب یا عشق جناب فروزنده کاری ندارم، ایشون هن که به کار همه کار دارن. همین. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکنید.